کردم. پس کار تمومه، میتونی همه امشب عقد بکنی. اصلا چطور همین امشب عروس میکنیم آقا؟ باشه بعدش هم عقد بکنیم. رفت منتظر توی که بیای خواستگاری من. خوبه، کاش خواستگاری و عقد و عروسی و همه کار اون امشب صاف و صوف میکردی. قول بده همیشه همینطور با حرارت بشی محمود. قول میدم، قول معذره میدم که تا آخر عمرم داغ داغ بمونم. او از شرکت رد نشی. نه. مرسی، تا یکی بعد از خدا. تاکسی، تاکسی. بفهم بالا. متشکرم. کجا برم ادو؟ لطفاً فوراً به بیچیک کنم. دیدم اتون اون دختر خانمو پیاده کرد. خب چیکار کنم؟ اما من شما رو ندیدم. من تماشاچی بودم. خیلی باش گرم گرفته بودی. آقای تماشاچی کجا داشتیم برین؟ میخوام یه رو بگردم. دختر خوشگلی بود. یه روب خلاص شد، خالی نمیشه؟ منظوری ندارم، فقط میخواستم ببینم نیت خیری درباره اون دختر خانم داری؟ لا اله الا الله. مگه عقربه بعد مصب میره جلو؟ عجب مسافر پرچونه به طور ما خورده. ببخشید دیگه پرچونگی نمیدونم. لابد میخواییم باهاش عروسی کنیم. استغفرالله، چه پیرمرد فضولیه. شما مسافر پدر پروانه هستم. هر چی میخوای باهاش پدر پروانه باشه. پدری پروانه؟ کدوم پروانه؟ همین که پیادش کردی، همه چیزو به من گفته. چطوره همینطوری که ماشین میره حرفمونو با هم دیگه بزنیم؟ البته کرایه‌تونم هر چی بشه میدم. اینجوری که نمیشه با هم حرف بزنیم. ممکنه حرفای شما جوری باشه که حواسم پرت بشه و دنگ بزنم به یه ماشین دیگه. اون وقت پروانه خانم هم بیشوهر میشه هم بی پدر. میریم زیر اون درخت خلوت حرف میزنیم. مثل این که بناس فردا بیایید خونه منو از فروانه خواستگاری کنید. درست است. و بهش قول دادید که خوشبختش کنید. اونم درست است. منم که پدرشم قول دادم دخترمو خوشبختش کنم. بازم درست است. خوش به حال پروانه که از دو طرف خوشبخت میشه. اما من از طرف شما اطمینان ندارم. چرا؟ از رکگویی خودم معذرت میخوام. شما هنوز پدر نشدید که بفهمید با چه زحمتی باید دختر بزرگ کرد. و وقتی بزرگ شد پدر و دختر هر کدوم چه آرزوهای طلایی در مغز خودشون میپرورونن. پدر دلش میخواد دخترش وقتی به خونه شوهر میره از یک محبت واقعی برخوردار بشه و طعم سعادت و خوشبختی رو بهتر از خونه پدرش بچشه. دختران همینطور فکر میکنن، منتها با یه خورده تفاوت. خیال میکنن وقتی اونا به خونه شوهر میرن وارد یک کاخ بزرگی میشن که سرسرای اون همه از طلای ناب ساخته شده. کلفتا، نوکرا، پیشخدمتا، آشپزا همه در جلوی راهشون ایستادن و بهشون تعظیم میکنن. اما دختر شما میدونه که من شوفر تاکسیم و نصف تاکسیمم گروز. و به همین علتی که دختر من تو خونه تو هیچ وقت خوشبخت نمیشه. فکر نکن من آدم ثروتمندیم و تو رو لایق زندگی با دخترم نمیدونم. نه اینطور نیست. مادر پروانه سالهاست به علت فقیر بودن من از من جدا شده. دخترم هم خوب میدونه. و از این میترسم که پروانم یه روزی فراموش کنه که تو شوفر تاکسی هستی. حالا شما از من چی میخوای؟ من خوشبختی دخترم رو میخوام. و اگه شما میخواید فردا به خواستگاریش نیایید، چون خودشم از این قولی که به شما داده پشیمون شده. البته من از روی شما خجالت میکشم، ولی بذارید یه شانس دیگه در خونه دخترم رو بزنم. از شما خواهش میکنم، تقاضا میکنم، قول بدید، قسم بخورید. خواهش میکنم، بدون قول میدم. خدا
دوازم داره میگذره دخترم، فکر نمی کنم دیگه این وقت شب بیاد خواستگاری. تو بهتره بلنشی بری بگیری. آخه قول داده بود پدر. چه قولی؟ آدمای امروزه که قولشون قول. حتما براش اتفاقی افتاده. دختر جون چه اتفاقی؟ اگه اینطور بود بیومد یه خبری بهت میداد. بلنشو عزیزم برو بخواب و به قول اینجور اشخاص اعتماد نکن. شب عروسیمون مادرت به من قول داد که تا آخر عمرش با من باشه، اما همینقدر که دید دستم به ته تاپ خورد ترکم کرد و برای همیشه رفت و من تو رو بدون مادر به این سن و سال رسوندم. برو جون، برو بخواب. حالا بازم به قول این آدم های اعتماد داری؟ آره، مطمئن باش، قول میدم که تا آخر عمرم غلام تو باشم. غلط کردم، احمق بودم، خواهش میکنم اینقدر من اذیت نکن. آخه تا کی باید به دست پای تو بیفتم و گرگه کنم؟ بسیار خوب، کافیه، قبول دارم، اما آخه چه جور؟ درسته که من تو را طلاق کردم، اما چاره داره، یعنی یه محلل میتونه مشکل ما رو به آسونی حل بکنه. محلل؟ محلل چی؟ محلل کسیه که یه شبه با تو عروسی میکنه، صبح طلاقت میده که من بتونم بگیرمت. یه شب که مهم نیست. ببینم، تو غیرتت قبول میکنی که من یه شب زن مرد دیگه ای بشم و فردا شبش زن تو؟ نه، هیچ وقت. اما آخه چاره ای نیست، دستور دینه و حتما یه فلسفه و دلیلی داره. قانون اسلام یک دنیا دلیل و فلسفه داره. یکیش درس عبرت برای مردای بلهوسی مثل توه که دیگه جرأت نداشته باشن به آسونی شریک زندگی خودشونو طلاق بدن و از خونه بندازنش بیرون. دومیش اینه که اگه مردی زن بیچارش از روی حماقت و عصبانیت سه طلاقی کرد و بعد پشیمون شد، برای اینکه سرش به سنگ بخوره و دیگه از این غلطا نکنه، قانون اون مرد رو مجبور میکنه یه مدتی شبا تا صبح پشت در اتاقی انتظار بکشه که زنش در کمال آرومی در آغوش مرد گردن کلفت دیگه ای به نام محلل خوابیده باشه. این قانون اسلام. آخ بسته دیگه، من تعامل شنیدن این حرفا رو ندارم. من یه مرد مورد اطمینانی رو پیدا میکنم که فقط اسمم شوهرت باشه و حتی اون شب نگاهت هم نکنه. اگه همچین مرد خوشذاتی تو مردا پیدا شد، من حرفی ندارم. فراوونم، تو دوست آشناهام، کارمندای خودم، قول میدم یه کسی رو پیدا کنم. حتما پیداش میشد، هیچ شب این دیری نمیمد خونه. شاید کافه مافه رفته، فقط باید راضیش کرد که این کار قبول بکنه. محمود اینقدر خوبه که من بین همه رفقام اونو انتخاب کردم. میدونم که خواهشم رو قبول میکنه. ها معلومه، پسرم هیچ وقت حرفی شما رو زمین نمیذاره، اما اجازه بدین عوض یه شب دو شب باشه. دو شب به کجایی داداشی میرسه؟ اقلا یه هفته باشه. نه فقط یه شب، اونم باید قول بده که دست از پا خطا نکنه. باشه، پسر من نجیب و چشم و دل پاکت، همونقدر که نصف تاکسیشو بهش برگردونی اونم با جونی دل یه شب محلل میشه. این سند ماشینه، اینم صفته هاشو که آوردم بهش بدم. مستم زان دیدگان و زهان چشمان، مست مستم من، گرمم کن در آغوشت که دیگر دل بر تو بستم من. با تو دارم جز بر عشق روی تو بر کس رو نمیارم.
معذرت میخوام، اشتباه کردم. پولی میزم چقدر میشه؟ گفتم پولی میزم چقدر میشه؟ محمود تو اینجا چی کار میکنی؟ حسابش با من، بلند شو محمود، ببرم از خونه. بلند شو، بیا بریم. گفتم بیا بریم محمود. پسرم هیچ وقت مشروب نمیخورد. لابد علتی داره. بهتر تو مستی حرفت زودتر قبول میکنه. چیه چیه صافه. به چه عجب خونه فقیر فقرا. یالا مجید آقا یه کار واجبی با تو داشت با من؟ آره داداشی، میخوان که تو مقلد بشی روزی موقوف برو که بخواب دختره. محمود من چون تو را آدم صالح و نیکوکاری میدونم به کمک فوری تو احتیاج دارم. چی شده که من اینقدر داخل آدم شدم؟ تو همیشه خوب بودی محمود، و برای همینه که مجید آقا سند ماشین و سفته‌ها را آوردن بهت پس بدن. پس بدن؟ بهش بده باور کنیم. بیا بگیر، تو دیگه به من بدهکار نیستی. ماشین مال خوده، آزاد آزادی، هر کجا که دلت خواست میتونی بری. قربونت برم مجید آقا، اجازه به دست دیگه بودم. نه لازم نیست، فقط دلم میخواد مثل یک دوست کمکم کنی. مخلص دونم، هر کاری باشه انجام میدم. لابد شنیده بودی که من قبلا یه زن داشتم و اسمش هم شهلا بود و بعدش هم سه طلاقش کردم. آره یه چیزایی شنیده بودم. حالا پشیمون شدم و میخوام برای رضای خدا دوباره باش عروسی کنم. خب بکنین، خیلی هم ثواب داره. آخه این کار یه اشکالی داره، مخلل میخواد. خب بخواد براش معلم بیاری. معلم نه محمود آقا، محلل. محلل چیست که همشیره؟ ببین محمود، مجید آقا شعلات زنش رو سه طلاقه کرده، حالا چه میخواد دوباره باش عروسی کنه؟ مطابق قانون اسلام باید شعلا با یه مرد دیگه ازدواج کنه، بعد اون مرد طلاقش بده تا مجید آقا بتونه دوباره باش عروسی بکنه. فهمیدی؟ آره بابا فهمیدم، قدم خر نیستم. پس محلل برای چی میخواد؟ ده محلل همون مردی که باید با شهر عروسی کنه. فهمیدم، هشتان دنبال همچین مرد میگرده. سب کنم تو رفقا همون چیزی پیدا میشه. ما خودمون پیدا کردیم. کیست؟ ازاشناست؟ آره خودتی محمود آقا. خوب هست. چی؟ من؟ شوخی میکنی؟ مجید آقا به هیچ کس جز شما اطمینان نمیکنه. حتی منم که رفیق چند سالشم قبول نکرده، در صورت که خیلی هم دلم میخواست محلل بشم. خب پس خواهش منو قبول کردی؟ آخه من چجوری با زن شما؟ یه شب که به جایی نمیخورد ماده، صاحبشم طلاقش میده. والا من حرفی ندارم، چه یه ساعت باشه چه یه شب تا صبح، اما خجالت کشم. چون میدونم که تو مرد با حقیقتی هستی، اطمینان دارم که این یه شبو مثل یه برادر باش رفتار میکنی. مثل برادر؟ خیلی مشکل باشه. باشه فهمیدم، قول میدم این یه شبو برادر زنم باشم. اما شهلا چی تو؟ بهش گفتی اونم نباید به من دست بزنه؟ مطمئن باش. خب عروسی که یه؟ انگوش بذارم یا امضا کنم؟ امضا کنی. مبارکه. مبارک هست انشالله. شما دیگر به همدیگر حلال هستید. انشالله به پای همدیگر پیر بشید. یه شبه که آدم پیر نمیشه که. بای مبارکه. مادر قربونه. شیرینی هاش خیلی خوبه. شیرینی بفرمایید.
عجب عروسی سوت و کوریه، چه یه شب چه صد شب. میخواستی یه مطلب چیزی خبر بکنه اقلن. چی میگه متی؟ برو یه صفحه بزن. ماری تو هم برو برس، برو. بله بعدم برو خبره. شام حاضره، خواهش میکنم بفرم. شام یا الله بفرم. یا الله بفرم. مادر دست عروسو بگیر ببرم. خودشون میام، من باید دست نخوره تحویل آقا بدم. یا خودم ببرمت. اگه پیداش کنم خودشو تاکسیشو الان میزنم. البته میبخشیم شما رو دوست دارید از کارتون بیکار. پروانه خانم، من این ماشین رو برای پروین خریدم، متعلق به خودتون داره. یه ماه دیگه هم باشی میگردیم تا پیداش بکنیم، اما زیادم به قول این راننده ها مطمئن نباشیم. من فقط میخوام بفهمم چرا زد زیر خونه. وای خدا جونم، تاکسی خودشو نگده. شما همینجا باشین تا من بیام. خیلی سوار تاکسی شو. خدا به خیر بگذرونی. محمود جون قربونت برم، خیلی دوست دارم. یک کنیز داری اونم خودم هم. باور بکنی دوست دارم. بای تاکسی رم الان اگه دعواشون بشی بارو دنبالشون بیا. خداوند داد دلم یه جای بنده، همون جایی که ایوونش بلنده. خداوند داد دلم یه جایی بنده، همون جایی که ایوونش بلنده. سبز چشمی ما زلفای تو زنجیر ما، یا مرا ببر به خونه تو یا بیا. معذرت میخوام، اشتباه گرفتم، به خیالم محمود بودش. خب اینم اسمش محموده، ناکس و چاقی محمود جون منو میزنی با؟ صبر کن میرم چیه با؟ ببخشید، آخه اون محموده که من میگم صاحب این تاکسی بود. ها مامور رو راست میگه. آره، رو راست. درسته، این ماشین اول مال محمود رو راست بوده، حالا محمود جون من ازش خریده، تو چی میگی؟ ناکس چه تیکایی به تور میزنی؟ همچی؟ حرف دن تو بفهم احمق، من نامزدش هستم. چی؟ نامزده؟ نامزده چه؟ خوبا چه بگرفتم آن؟ مامور رو راست جب عروسیشه، این میگه من نامزدشم. عروسیشه؟ با کی؟ چه میدونم؟ عروسی یوشکیه، مجید آقا ارباب سابقش میدونم. ببخشید مجید آقا کجا هستن؟ بله، شما از کجا میدونید؟ آخه من نامزد محمود هستم. نامزده؟ نامزده؟ چه کلاهی سرش رفته؟ نهر مار، در کلاهاتونه ببندید. چه خیلی خیلی خفه شده خود برسر بیورسه. میدونین محل عروسی کجا؟ والا من که نمیدونم، هیچ کس هم اینجا نمیدونه. کمکم جهنم که عروسی کرد، بیا بریم. بله، چیزی که فراغونه شوه. بلش کن بیا بریم بابا. بلش کنم؟ تو حسرت این عروسی رو به دلش بردار نیستم، بیا بریم. باش اینجا چطوره مشغول چی؟ نه تعریفی نداره، شلوغه. تو باریچی نبودی؟
نه ارباب، من یه مدت تو تیمارستان بودم، شاید اونجا شما منو دیدین. به این ناقف شنده بود همه حالا بیرونت میکرد، اما چون از اخلاقت خوش اومده به خانم نمیگم. ببخشین ارباب، شما تازه به خانم عرصی کردین. آره تو چی تو؟ منو کاری نکردی؟ نه ارباب، من این نامزد داشتم خاک بر سر عمق ولم کرد و را راست میگون، خاک بر سرش بکنم. امیدوارم خدا جزاشو بده. انشالله بر اون پدرش لعنه، خدا به زمین گرمش بزنه، بزنه جهنم. پس تو هم اسمت غم داری. شما دیگه چرا هر با؟ هیچی، بلش کن. زنها یکی از یکی بی عاطفه ترن، مخصوصا خوشگلاشون. منم قبل از اینکه با این خانم عروسی میکنم یه نامزد داشتم، ولم کرد رفت، بر اون جد آبادش لعنت. من تو رو کجا دیدم؟ هیچ هر با. بفهمی چیه؟ بالاخره کجا دیدم؟ جهت کنم تو برمیگردم. نراحت که نمیشی؟ نه من میشنم فکر کنم بینم این اکبر چپتاز رو کجا دیدمش. خیلی اینجا چطوره؟ خلوت عشقینی. خوبه، اما رانندش چی کار میکنه؟ من فکرش کردم. تو دنبال ما بیا. بله ببینم. ببخشید آیه داننده، ماشینمون خراب شده، ممکنه ازتون خواهش کنم یه نگاهی بهش بکنیم؟ والا ما باید حرکت کنیم، نمیتونیم بریم، ارباب اجازه نمیده جون شما. مهم نیست، بلند شما رو بیم ماشینشون چه بی کرده. ارباب من به کارهای فنی ماشین زیاد وارد نیستم. من خودم سرشته دارم، الان میام ببینم چطور شده. نه ارباب، پس اجازه بدین اول خودم برم، اگه نتونستم شما رو خبر میکنم. بفرما بریم ارباب، در این ماشین از تو خواهش کنیم. چاقوتو آماده کن. در ماشین رو با میکنی و میشینی پلوش، با چند ضربه کارش میتدی و منم ماشین روشن میکنم و میریم. را بیو فایل خواهد هدو با چرا خوفه؟ آره همی داره باسته هست. داره باکم یا نمیشه، همی داره باسته هست. اگه درد باشه میکشم. اصابه تو میرسم این مردی در واقع. تو برو بالا یه استارت بزن. بله خواب زود باش که یه معطلش نکن. با نمیشه بسته دیگه نزن. بیا درست شد، یکی از شماش شل شده بود. آقایون زحمت نکشید، زحمت نکشید، ماشین خودتون درست شد. بفرمایید، گفتم درست شد. عزیزم معذرت میخوام، دیر کردم. طوری نیست. بسرفت که سر نرم. نه عزیزم، چند نفر اومده بودن از این پذیرایی کنن. کیا بودن؟ دار و دست مجید آقا.
اکبر چپ دست زود فهمید ولی ما الان نفله شده بودم. چه جوری فهمیدی؟ از خونه که اومدیم بیرون دنبالمون بودن. پس تونته برو به اون نرسن. دیگه نمیام. چیز ماشینشون رو برداشتن. چیز ماشینشون چی چیست؟ چکش برقشون رو دزدیدی؟ ای ناغلا، من تو رو کجا دیدم؟ تو گداخونه. چی؟ بیا تو پسر جون. خانم فرمودن این اتاقو بدم به تو، سایهشون کم نشه. خانم خودشون کجا میخوابن؟ معلومه پیش شوهرش، مخصوصا حالا که تازه عروسی کرده. آخ شنیدم شبای اول عروسی خیلی لذت داری. اکبر تو زن نداری؟ یکی داشتم طلاقش دادم. آه چه خوب. شما نمیری بخوابی؟ عجله ندارم، اتاقم همین بغل اتاق توه. اما من میخوام لباسامو درارم. شبت خوش. اکبر خیلی دوست دارم. خب منم دوست دارم. راستی؟ پس منو ببوس. حالا باشه بر. همین حالا. لا اله الا الله. بیا برو راحتون بذار. چه خاصی؟ منو مثل آرتیسته بگی تو بغلت محکم باشه. شیطون لعنت. لب راحت کن بینا. بس دیگه برو بیرون. بیانصاف لب و لوچه واسه همون باقی نذار. آرزو داشتم حتی تو خواب ببینمت، اما حالا دیگه هیچ قصه ای ندارم، هیچ کس قدرت نداره تو رو از من بگیری. کاش میدونستی چقدر دوستت دارم. تو هم کاش میدونستی. من فکر نمی کنم دیگه هیچ چیزی برم بگیرم. چه زن شواره خوبه. تو انتخاب نصف شبی چی مزاحم شده؟ پروین دارم دیوونه میشم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. میخوام حسابشو برسم. حساب کیو برسی؟ چی شده؟ نمیدونم، فقط بدون که امشب میخوام محمودو بکشمش. هر طوری هم که میخواد بشه بشه. ای وای. الو 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 الو. نمیخواد محمود رو راست بکشه. خب میخواد بکشه بکشه، به من و تو چه مربوطه؟ بیا بخواب فکر خودمون باشیم. بیا باشا پاشا دیگه. واسه چی میذاری تو چونه من؟ خواد برسر هرچی ماشین میخره قد خودشه. فردا ازم یه خوبش رو واسه میخرم. برو بالا، اینم میدم شهر داری. واسه شو نخوبه. خیلی خواهیم ببن. پروانه، پروانه، کسی اینجا نیست؟ بفرمایی، فرمایشی داشتی؟ من پروانه رو بخوام. پروانه، پروانه پرید و رفت. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بوم کمرم شکر. سلام کردم. سلام زهر مار. خب مجد آقا، باز به ما چلک زدی؟ از کلکی که تو به من زدی مهمتر نیست. بیا بری. وایسا نترس، این چیزه بنده که دوتا گوله واسه‌تون این تو گذاشتم. یا با صابون خوش طلاق نمه رو پاراف بفرمایید، یا اینکه وصیت نامه رو امضا کنی. بی خود معطلی، گنجی زنید قلافش بکن، من نمیترسم.
من تفنگی گندشم باکی ندارم، چه برسه به این بچه تفنگ. خلاصه اگه بدنم مثل آبکش سوراخ سوراخ کنیم ممکنه شلا رو طلاقش بدم. قربونش برم زنمه. من فکر کردم تو نمیزنی زیر قولت، پس مرد نیستی. چرا، من مردم، رفقات خوب میدونم. درسته؟ نامرد توی که شهلا زن بیچاره تو به خاطر گدا بودنش طلاقش دادی و از خونه انداختش بیرون، اما حالا که فهمیدی پولدار شده مثل سگ داری موسموس بکنی که دوباره بیاد زنت بشه. نامرد توی که با یه نامردتر از خودت، اون بغل دستی رو میگم، نقشه کشیدی که وقت شهلا دوباره زنت شد چه جوری پولاشو بالا بکشی. حالا که فهمیدی نامرد کیه، اهل بیت وردارو برو بیرون. یالا تا سه شماره میشمرم، اگه طلاق نمره امضا نکنی آتیش میکنم. تا هزارم بشماری خر خودتی. یک و نیم. برو بالاتر. دو. مجید این کارو نکن، عاقبت خوبی نداره. ولشون کن بیا بری. بذار بشماره. مجید این کارو نکن. بری شوهر اینو کن. لعنت بر شیطان هر گیره. شعلا چی شد؟ دیگه جای باش دادن نیست. بذار برو بری. برو بریم. شعلا من نمیخواستم این کارو بکنم. ماری حواسمو پرت کرد. جای وایسادن است. برو بریم. یه انصافا زنم گشتیم در بر میمونید. یالا برو بالا. ماری کنار بیا. خوشو. گفتم برو بالا. برو بالا. یالا. وای 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 وای. یکی من بیاره پایی 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 برو گم شو. برو گم شو. اونجا یالا زودتر بیا. با خانم چهتون شده؟ باید فوراً برسونیدش بیمارستان. دیگه خون برای تو نمونده. جون چی تو؟ یه کمی مونده. هرچی مونده سدیم به خانم. خدا کنه از خطر گذشته باشه. بله بله. کور شیالاهی. من کور مادرزاد بودم. آقای دکتر. بله. حال خانم چطوره؟ از خطر گذشته. فقط هنوز خون لازم داره. ببینم گروه خون شما چیه؟ من جز هیچ گروهی نیستم. من اصلا جون ندارم چه برسه به خون. بله. خاک بر سر ترسی بیارزد کنه. خدا رو شکر جون دیگه خوبه، خوب شدی. Thank you.
سلام علیکم خانم. امیدوارم که حالتون خوبه خوب باشه. مرسی اکبر. رفته خونه پروانه؟ بله عربا نبوده. پدرش گفت اصلا پروانه مرده. معلوم نیست کدوم قبرش توی خونه. شو بسته دیگه الان میریم تمام شهر رو میگردیم پیداش میکنیم. خدا حافظ. ببخشید خیلی متشکرم. زود باش روشنش کن. عربا با الحمدلله که خانم با کمک شما نجات پیدا کردن. مجید و رفقاش هم افتادن تو زندون. حالا دیگه ایف نیست شما خانم ما هم خواهر برادر باشین. درست حسابی عروسی کنین. گور بابای پروانه. باز به پروانه توهین کردی؟ میگه پروانه چه ایزا میتره به تو فروخته؟ آخه من دلم از خانم میسوزه. بی خود میسوزه. من و شهلا قول دادیم تا آخر عمر خواهر برادر باشی و تا وقتی نفس توی ناقلوسی میره و میاد هیچ وقت پرتش نمی کنم. پروانه هم برای من همیشه پروانه است. حتی اگه اون دنیا رفته باشی همیشه به یادشم فکر میکنم پروانه من مثل یه پروانه جلو چشمم داره پرپر میکنه و بالای قشنگشو تکون میده. موهای طلاییشم مثل دوم اسب به این پا اون طرف میفته. خب بگذاریم اکبر چند ازت خواهش میکنم دیگه به پروانه من توهین نکنی. اکبری چرا اینجوری شده؟ چه جوری شدم آقای رو راست؟ پس اکبر چپ دست کجا رفت؟ اون رفت تا خودم خدمت برسم. خلا جیسوسی خدا ذلیلت بکنه. پس تو اون رو سالان من مسخره کرده بودی؟ من گفتم تو رو یه جای دیده بودم آن. بله همونطوری که شما منو مسخره کردی و تا ساعت 12 شب منتظرم گذاشتی و خواستگاریم نیومدی. من تقصیر ندارم. پدر بود که هر دوی ما رو مسخره کرد. ازم قول گرفت خواستگاریم نیوم. میگفت تو راننده یا بدبختی هیچی نداری. نمیتونی دخترمو خوشبخت بکنی. حالا بلند شو برو دست همون پدرت. مگه منو دوست نداری؟ من اکبر چپ دست رو دوست ندارم. پروانه رو دوست دارم. اونم که پدرش گذاشته تاخچه بالا و به خیلش دخترش توفه نتنز است. دختر من توفه نتنز نیست بلکه کنیزی شده است. باره بابا چی؟ شما چجور اومدی اینجا؟ اومدم بگم که غلط کردم. اومدم بگم که اگه چیزی ندارین فهمیدم در عوض حقیقت دارین. میخوام از شما خواهش کنم تشریف بیارید منزل منو از دخترم فعلا وقت ندارم.